به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، خانم فروشان، بی پدر مادران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سپاهیان کلاهدار، فقط سردارانشون جزو دزدان بزرگند، جوجه فکولیایی که دور تا دور دنیا نون حکومت دینی رو میخورند، یا برای حکومت دینی کار میکنن، یا تو رادیو تلویزیون ها به نفعشون حرفای کج و رج میزنن، من شما رو منحرف میکنن، اشکال نداره. ملت باید انقدر عاقل بشه تا دیگه منحرف نشه، باید انقدر خردورز بشه تا هر کسی نتونه از این ور ببرتش از اون ور، باید از تقلید در بیاد دیگه، مقلد دزدها نباشه تا حرف هر کسی بتونه حرفشو بزنه، مزدور حرفشو بزنه، خود فروخته از حرفشو بزنه، هرچی از حرفشو بزنه. ولی شما با دقت گوش بدید، همه به من میگن که چرا میگی من بت نساز، بساز. من حرفمو میزنم، تو فکر میکنی حرف من بده؟ بت سازی خوبه، بساز. دینیشو بساز، سیاسیشو بساز، پنجرهشو بساز، هر چی دلت میخواد بساز. اما به من نگو که حرف نزن، چون این کاریست که دزدها دارن میکنن. دزدها به تو میگن حرف نزن و الا میری اوین. یک حکومت درست کردن به نام الله، الله هم پشتیبان دزداست، اکبر دزد، رهبر دزد، سه تا طویله، عمامه در عمامه، ریش در ریش، عبا در عبا، دزد، خبرگان، تشخیص، شوربا، سه تا قوه، عمامه در عمامه، ریش در ریش، همه دزد، از قضاییه گرفته تا مجریه تا مقننه، وزیر دزد و وکیل دزد، رئیس جمهور دزد، هیئت دولت دزد. میخوای بت بسازی؟ بسه، اصلا برو احمدی نژاد بتش کن، حق داری هر جوری دلت میخواد فکر کنی، اما حق نداری به من بگی چه کار کنم. این حکومت دینی، این حکومتی که الله یک کتاب براش فرستاده اسمش قرآنه و همه چیزاش این تو نوشته لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین، این کتاب 1400 سال پیش یه سرویس DHL، فدرال اکسپرس، UPS، هر چی میخوای اسمشو بذار، پست سریع بین مکه و طبقه هفتم، تا حضرت گرفتاری پیدا میکرد خاطر خود دخترموش میشد، الله یهو ناراحت میشد، دیگه جبرئیل برو پایین، جبرئیل شیرجه میومد، آقا جون دخترمو تو به تو حلال کردیم. الله خب حساب میکرده حضرت رسول برترین پیغمبرش یهو جایش ناراحت نشه، حواس کرده، خب بذار بکنه. رئیس مورمون ها اینجا گرفتن بردنش، گفتن چرا چند تا زن گرفتی؟ گفت یک فرشته ای از پیش خدا اومد به من گفت هر چند تا زن میخوای بگیری بگیر.
خدا وسیله است. همه با خدا سر کار دارن. یه جوان 15 ساله به من نوشته آقا شما میگی خدا نیست و چی هست؟ من که گفتم خدا نیست؟ گفتم خدا رو بشناس پسر. گفتم برو ببین خدا کیه، تو به من بگو خدا کیه، وقت من به تو میگم من قبولش دارم یا نه. اونی که کتاب هایی که تو آسمون چاپ شده نوشته، اون خدا رو من قبول ندارم، برای اینکه اون خدا 2000 تا اشتباه از اول تا آخرش داره. این کتاب رو بخون میفهمی. خدای اشتباه کار رو من دوست ندارم، قبول ندارم، باهاش کاری ندارم. ببین من تو کار مذهبی نبرین، امروز چهارشنبه سوری رو ما خواهم واسهتون تعریف کنم. الله آسمونی به این دوزا گفته با شمشیر بزنید فرق همه رو از بین ببرین، چون اونا کفارن، دست و پاشون رو قطع کنین، شکم و رودشون رو بکشین بیرون، خشتکشون رو بکشین سرشون، دوبارشون رو پاره کنین. خود خدا میگه من پاره میکنم ها، خود خدا تو این قرآن بخونید میگه من دوبار اونا رو پاره میکنم. خیلی مؤدب این خدا. وقت باز به من میگه خدا رو تو قبول داری یا نداری؟ کدوم خدا رو؟ راجب چی حرف میزنی؟ خدا چه جوریه؟ بچه 15 ساله که خیلی عقلت میرسه، من مخلصتم، به من خدا رو معرفی کن، هر چی تو گفتی من قبول دارم. یا الله هم از زیر زمین، تو سیاچال، تو چاه، تو سرداب، 7 طبقه زیر زمین یه جایی هست، فقط آخوند بی پدر و مادر میدونه اون کجا هست، من و تو نمیدونیم. ما باید بریم کاغذ بخریم بنزیم تو چاه، که اون الله که اسمش امام زمانه، عجل الله تعالی فرجه الشریف. یعنی چی؟ من چه میدونم، همینی که میگن منم میگم دیگه. بیاد گردن همه رو بزنه تا زانوی اسمش خون بگیره. الله بالایی خون میخواد، الله زیرزمینی میاد خون ریزی میکنه. خدا رو قبول داری یا نه؟ یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم؟ وقتی هم خرد نداریم، آخوند صبح به صبح میره تای چاه، هرچی گیرش میاد میخوره، میاد بیرون میگه پیش امام زمان بودم، با هم صبحونه خوردیم، اینم امضای امام زمان. درود بر شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. قبل از اینکه وارد چهارشنبه سوری بشم، دوست عزیزی از ونکوور کانادا یه اوردری گذاشته، همه رو تهیه کردم، آماده است، منتها باید یه سوال ازشون بکنم که اینا رو بفرسم. اسم کوچیکشون هادیه. لطف کنید یه زنگی به من بزنید یا یه شماره تلفن بذارید من به شما زنگ بزنم. فردا نه پس فردا میشه سه‌شنبه 27 اسفند، همون سه‌شنبه‌ای که ما قرار داشتیم با هم دیگه بریم چهارراه سبلان و مدنی یا هم چیزی. حالا براتون میخونم. ببینید
اسلام با شمشیر به ما مسلط شد. آخوندها با زور سرنیزه به شما مردم ایران مسلط شدن، منم فراری دادن اومدم اینجا. با تعارف اینا جایی نمیرن، با تعارف اینا از میدون در نمیرن. اگه به کسی بر نمیخوره، آقایونی که اپوزیسیون هستن در خارج از کشور، اینا ترجیح میدن با آخوندها صحبت کنند. اینا میخوان مسالمت آمیز رفتار بکنند. من مخالفتی ندارم با رفتار اونا، اما برای خودم صاحب یه عقیده هستم. عقیده من اینه که آخوند با زبون خوش از ایران نمیره. اگر کسی دیگه خلاف این عقیده رو داره، عقیده اون آقا محترمه، ولی من قبول ندارم. میخواد شاه باشه، میخواد وزیر باشه، میخواد چپ باشه، میخواد راست باشه، میخواد نمیدونم وکیل سابق باشه، میخواد هر کی میخواد باشه، میخواد ارتشی باشه، هر کسی باشه، من اعتقاد ندارم که ایران با حرف زدن خلاص میشه. من تمام انقلابات دنیا رو که دیدم، آخرش یه نفر با مسلسل رو تانک واسده عکس گرفته، مخملی بوده، آبی بوده، صورتی بوده، بنفش بوده، زردالویی بوده، هرچی بوده، مسلسل آخرش حکومت کرده. فقط کشور ماست که قرار با آخوند صحبت بکنن، بگن آقایون آخوندا خواهش میکنیم تشریفتون رو بردارین ببرین. تو کت من نمیره. اگه کسی از این حرف من بدش میاد، ازش عذر میخوام، ولی من به عنوان یه انسان میتونم عقیده خودم رو بگم. شما به عنوان یه انسان میتونید عقیده دیگه ای داشته باشید. عقیدتون رو به من نگید که من بگم. برید همه زندگیتون رو بذارید، بچه هاتون رو فدای این راه بکنید، دائم تو سوراخ زندگی بکنید، اون وقت بعدم برید یک تلویزیون یک ساعت با بدبختی اجاره کنید، با بیچارگی از مردم پول بگیرید، پول اون تلویزیون رو بدید که حرفتون رو بزنید، نه اینکه تو خونت بشینی تلفنت هم ببندی به من بگی چی کار کنم. اگر تو بهتر میزنی بستان بزن. بنا به این گفته هایی که من گفتم، گروه نادرشاه بزرگ رو، آخرین اعلامیه‌اش رو میخونم، شاید تمام وقت امروزم رو بگیره، و اگه از من بپرسید اینا رو میشناسم، میگم نه. اگه بگید اعتماد دارید، میگم نمیدونم، من به تنم چسبیده حرفاشون، من اصلا نمیدونم کیان. من با یه نفرشون رو تلفن 3-4 دفعه صحبت کردم، بقیهش هم ایمیله. اما اونجوری که من فکر میکنم اینا دارن میگن، اگر 50,000 نفر جمع بشن، ظرف یه ساعت میشه 1,000,000 نفر. اینجوری که این داره نشونی میده، میگه همه بچه های کرج میتونن اونجا سوار قطار بشن، اینجا پیاده بشن. اینجوری که این داره میگه ما میخوایم با این جمعیت بریم، اگر همون شب شد نشد، فردا نشد، پس فردا نشد، پس اون فردا حکومت دینی رو ساقط کنیم. یه حرفایی که داره به من میزنه، منم برای شماها میخونم. این در مقابل اون آشغال، نمیدونم، به آخوند هر چی بگی، اون یعنی اگه به آخوند بگی آشغال خراب شده، چون آخوند از آشغال بدتره. یک زبالهی به نام مطهری که یه چیزم گذاشتن براش، شهید مطهری خیابون گذاشتن،
تو کتاب منتظرین نوشته ما اینو فرستادیم یه روزه بخونه. این ساعت زنگی رو بر میداره میذاره جیبه، ساعت شماتدار رو میدونی جیب آخون گنده است، همه چی توش جا میگیره. از در که میخواسته بری بیرون این ساعت کوک بیده بوده شروع میکنه زنگ زدن. این جرسومه کثافت، این لغت شو میگم، من توهین نمی کنم به شما، اون بی همه چیز آخوند به شما توهین کرده که چهارشنبه سوری مال احمقاس. میگه از مردم میپرسند که چرا این سنت رو اجرا میکنی، چرا مرتی که یه گنده میری از رو آتیش میپری، میگی زردی من از تو سرخی تو از من. میگه پدرانمون این کار رو میکردن، ما از اونا یاد گرفتیم. خب اینا حرف مطهری بیناموسه. خب پدرت خر بوده، تو هم میخوای خر باشی؟ منتها ما ملت هر کی به همون توهین بکنه، هر کی تو سرمون بزنه، هر کی از ما بکشه، میریم بارگاهشو زیارت میکنیم. ما ملت بدیم، ما ملت خرابیم. یزید ابن محلب در گرگان 40,000 نفر رو کشت. قبرش که باید آغل می شد، استبل می شد، زیارتگاه مردم گرگان شد. ما بدیم. ما هر جا بابک داریم افشینم داریم. ما خائن زیاد داریم. و بدبختی من تو اینه، امام حسین گفته این پسر امام حسین شهید مطهری دومم قوم خیش، خود امام حسین کی بوده؟ رفته سر خلافت دعوا کرده، به من چه به تو چه؟ نشسته تو خونهش هی بچه ها رو فرسته کشته بشن، روز خونه میاد واسه روزه میخونه علی اصغر رو کشتن، علی اکبر رو کشتن، زهر مار. واسه بابات گریه نمی کنی؟ روز سه شنبه 5 بعد از ظهر یک صفحه به این ریزی برای من نوشته، سعی میکنم سریع براتون بخونم، خواهش میکنم گوش بدید. گروه نادرشاه بزرگ دشمن وطن فروشان برای آزادی وطن قیام کرده. ابتدا برای پاسخ دادن به پرسشی که همه شما دارید بگویم ما یک گروه دانشگاهی و نظامی هستیم که به روش بسیار حساب شده به جذب نیرو پرداختیم. از سه ماه قبل به آموزش آنها پرداختیم که بتوانند سد نیروهای سرکوبگر رژیم وطن فروش و خائن را در هر شرایطی در هم بشکنند. این نیرو توان آن را دارد که دنیا را به حیرت درآورد. نیروهای ما به 3 گروه تقسیم شده اند که نیروی مخصوص آن توان اجرای هر گونه عملیاتی را دارا می باشد. این نیرو تمام روش های سرکوبی که از طرف این وطن فروشان ممکن است به اجرا درآید را از قبل مطلع است. بعضی از افراد ما در کنار سرکوبگران سرکوبی را آموخته اند و در بیرون راه مقابله با آن را نیز به گروه ما آموخته اند. برای مقابله با چاقوکش ها و چال میدانی های لباس شخصی هم برنامه ریزی و پیشبینی های لازم شده است که در همان لحظه به اجرا خواهیم گذاشت. عزیزان، تمام نیروهای ما مثل شما هستند و هموطن شما هستند و مانند شما لباس می پوشند. هیچ بیگانه و تروریستی بین ما نیست. لطفاً سعی نکنید نیروهای ما را شناسایی کنید. اطمینان داشته باشید ما با شما هستیم یا در جایی مراقب شما خواهیم بود و به موقع آنها را به خط خواهیم کرد، به شما نشان خواهیم داد. ولی روز پیروزی که با هم باشیم و آن روز نزدیک است، گروه ما به هیچ حزب و گروهی نزدیک نیست
و تنها می باشد. هیچ گروهی ما را همراهی نمی کند. برخی از آنها حتی حاضر به اعلام خبر موجودیت ما نمی باشند. این اعلامیه را برای بعضی از شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای فرستادم. اگر معتقد هستند خبررسانی می کنند، آن را بخوانند. و کسی که نمی خواند حتما، حالا دیگه تهمت نمی زنیم. چون خبری از این مهمتر نیست. اگر قصد حسادت هم دارند، ببینید دوست عزیز، من بارها و بارها و بارها با ایمیل به شما گفتم هر کسی هر کاری میکنه میکنه. شما کار خودت رو بکن. پر بیننده ترین تلویزیون ها در ایران تلویزیون های رقص و آواز و بشکن و بالا بندازه. این عیب از مردم ایرانه، نه از کسی که تلویزیون درست میکنه، چون این میخواد خوراک به اونا بده. آگهی هاشون یا قرصیه که نیروی جنسی تو زیاد کنه یا شربت رفع ترک اعتیاده. اینا رو فراموش کنید، کی خوبه کی بده، کار خودتو بکن. ببخشید، چون خبری از این مهمتر نیست. اگر قصد فلان، ما قصد حکومت کردن نداریم، ما قصد داریم خود و وطن خود را آزاد کنیم. دزدی به خانه ما زده و صاحب خانه تا لس آنجلس فرار کرده. خانه دست دزد است و رعایای با عزت آن را به بردگی گرفته است. کرامت انسانها را نادیده گرفتند. ما بردگان قیام کرده ایم که خودمان را آزاد کنیم و خانه را به صاحب خانه بدهیم. شما سیاستمداران و روشنفکران ایران هر جا هستید صاحبان اجاره‌ای این خانه بودید و هستید. صاحبان اصلی این خانه پدران و اجداد ایرانی ما هستند. این خانه را وقف ملت ایران و فرزندان خود کردند. این خانه را به قیمت جان خود و ریختن خون خود حفظ کردند. این سرزمین را اهورای ایران زمین به آنها هدیه کرده بود. شرم بر کسانی که خانه را به دزدان سپردند و رفتند و کسانی که در خانه خود بردگی می کنند و آنان که به قیمت خردنانی وطن خود را فروختند و هزار بار شرم بر کسانی که برای پس گرفتن آن اقدام نکنند. همه با هم خانمان را آزاد می کنیم که خدای ایران زمین با ماست و از کسانی که ظلم را میپذیرد بیزار است. مراسم چهارشنبه سوری سال 87 روز قیام همگانی ملت ایران است و مکان شروع آن تهران، چهارراه نظام آباد، ساعت 5 بعد از ظهر. همزمان با چهارشنبه سوری و همه از سراسر ایران هر کجا که میتوانند بایستی در آن شرکت کنند و به همه کسانی که میشناسند و میبینند اطلاع دهند که شرکت کنند و بدانند که کار حکومت تمام است. ما تمام پیشبینی‌های لازم را کرده ایم برای آینده و اداره موقت ایران تا برگزاری انتخابات آزاد چاره اندیشی شده و به موقع اعلام و به اجرا گذاشته خواهد شد. کسی در داخل نگران نباشد. جابجایی در پست‌های مختلف به روش تغییر دولت ها ولی در مقیاس بسیار کمتر دلیلی بر نگرانی نیست. تعلیق دولت ها یعنی هر رئیسی معاونش جانشینش میشه، حالا در هر درجه ای. مخصوصا برای خدمتگزاران صادق وطن اعدام نخواهیم داشت یا حد اکثر به اندازه انگشتان یک دست. این قول ما به ملت ایران میتواند به عنوان سند نگه داشته شود و ما چند توصیه به هموطنان داریم که عبارتند از. این معرفی این گروه بود از زبان خودشون که ما کی هستیم، از کجا آمدیم، چه قصدی داریم، به چه کسی وابسته ایم، آیا دولت دیگه ما رو پشتیبانی میکنه، آیا گروهی ما رو پشتیبانی میکنه. همه اینا رو به شما جواب دادن. منم ازشون خواسته بودم به منم جواب دادن. نتیجتاً این نوشته های اونا رو من براتون میخونم و خواسته هایی که از شما میخوان. من شخصاً به یه چیز معتقدم،
بیایید فکر کنید که این گروه وزارت اطلاعات، آیا وزارت اطلاعات به صلاحش 50,000 نفر یه جا جمع کنه؟ وزارت اطلاعاتی که برگزاری ختم یه مرده میترسه، وزارت اطلاعاتی که نمیخواد 30 نفر دور هم جمع بشن. با این کاری که من دارم میکنم، اگر همت کنید شما، 50,000 نفر چیزی نیست، باور کنید چیزی نیست. از تهران 12 میلیونی، با کرج 14-15 میلیونه، احتیاج به شهرهای دیگه هم نیست. همه چی هم وقتی تو تهران اتفاق افتاد، تو شهرستان ها اتفاق خواهد افتاد. نمیدونم، شاید من این ور نشستم و بلد نیستم. من این چیزایی که میگم باورمه که میگم. فردا نگید تو گفتی برو اونجا، من به شما میگم این کار ممکنه کشته شدن داشته باشه، ممکنه دستگیر شدن داشته باشه، ممکنه کتک خوردن داشته باشه در حد اقلش، اما به صرف این که مملکت رو میشه آزاد کرد، من شخصا اگر بودم همه اینا رو به جون میخریدم. شما هر کاری دلتون میخواد بکنید. شاید من آدم بیکلهیم، شاید من درست فکر نمی کنم. شماها در مرکز اینجا بهش میگن توی مرکز قلب این کار، تو قلب این اتفاقات هستید. شماها بهتر از من میتونید تصمیم بگیرید، بهتر از من میتونید تشخیص بدید. شماره 1، شرکت کنندگان 30 دقیقه زودتر به حوالی محل نزدیک شوند، حساب کنند که پیاده بتوانند دقیقاً سر ساعت 5 بعد از ظهر به محل قرار برسند و حمایت ما را داشته باشند. اگر این مورد رعایت نشود، به آنها فرصت ضربه زدن به شما و مردم را می‌دهد. میگه اگر همه دست جمع نباشید، میتونن بهتون ضربه بزنن. اما کنار خیابون دارید راه میدید، مغازه رو تماشا میکنید، بعد راه میفتید میرید اونجا سر ساعت 5. 2، اگر از قبل راه را بر شما بسته بودن، توجه داشته باشید که محل 8 ورودی دارد که همه به هم راه دارند: مدنی شمالی و جنوبی، سبلان شمالی و جنوبی و فرعی تیرانی، سنجری، تاووسی، ارباب مهدی. توجه داشته باشید که دقیقاً در مرکز قرار ایستگاه مترو هم داری، یا قرار ایستگاه مترو هم داری. اگر هیچ راهی این شماره است، اگر هیچ راهی پیدا نکردید، روش آب راه خود را باز کنید. آب وقتی یه مانع بیاد، شروع میکنه از جاهای مختلف نشت کردن. این یک اصلا حرفی که داره میزنه حرفیست که گروهی که این کار رو دارن میکنن، این به روش آب به من چسبید. نمیدونم شما بدونید چی میگه یا نمیگه، یا نمیدونید. من دوره کماندویی دیدم، من دوره رزمی مارشال آرت دیدم، یعنی کشتی های رزمی، و توی خیلی جاها این حرفش نشونی داره. اینجوری براتون بگم، کجا هستیم؟ به روش آب راه خود را باز کنید. به خیابان‌های اصلی بیایید، به شکل آب انباشته شوید تا جایی که دیگر سد آنها نتواند تحمل کند، ولی با خونسردی و آرامش. شماره 4، اگر خواستند مترو را ببندند یا در ایستگاه قطار درها را باز نکنند، فوراً خود را به راننده برسانید و همزمان با چنگ و دندان راه را باز کنید و چنان فریاد بکشید که همه ما در بیرون ایستگاه بشنویم و تا ایستگاه آریا شهر صدای شما برود که از ترس به خود بلرزند. ولی اگر موفق نبودید، ایستگاه بعدی نزدیک است، شیشه ها را بشکنید که ایستگاه
راه باز باشد. الماس شیشه بری دشمن شیشه نشکن است. شماره 5، مأمورین اینا رو وزارت اطلاعات به کسی این دستورات رو نمیده. اینی که میگم به تن من چسبیده برای ایناست. شماره 5، از مأمورین ویشه و از لباس و کلاه آنها ترس نداشته باشید. این مطلب را که خر همان خر است پالانش عوض شده را به یاد بیاورید و ضمناً آنها با کسی برخورد نمی کنند. شماره 6، ببخشید. مواد محترقه از هر نوعی که دوست دارید برای جشن با خود بیاورید. هرچه بیشتر بهتر و تقاضا میکنم تا وقتی لازم نشد استفاده نکنید. به شکلی مصرف کنید که اگر یک یا دو روز هم ما به جشن ادامه دادیم ذخیره شما تمام نشود. دقت کنید، ما اهداف بسیار مهمی داریم و به هیچ عنوان حتی یک ترقه را در بین خود و دوستان خود نریزید. شماره 7، به مأمورین بگویید که کار حکومت تمام است و این آخرین مأموریت آنهاست. باید خشاب سلاح خود را خارج کنند و تکمه لباس بالا را باز کنند و کلاه از سر بردارند. خشاب را به یکی از اعضای گروه بسپارند، ولی اگر لازم شد می توانند با همین سلاح روبروی لباس شخصی ها بایستند و مراقبت از مردم را به عهده بگیرند. ولی شلیک کلن ممنوع است، فقط برای دور کردن استفاده شود. شماره 8، مأموران کلانتری باید به فرماندهان معاون اول کلانتری که رئیس را برکنار کرده مراقبت از مردم را بر عهده بگیرند و اجازه ندهند سگهای ولگرد و لاشخار به مردم نزدیک شوند. همون لاشخوره نوشتن لاشخار. قبلا گفته بودیم کلیه فرماندهان هر قسمت یا کلانتری باید استعفا بدهند، پست خود را به معاون خود تحویل بدهند. در غیر این صورت معاون آنها باید آنها را برکنار و بازداشت کند و اگر مجبور شد استعفای ابدی برایش صادر کند. اینا رو قبلا بر من نوشتن، رو نوشته نامه هایی که به کلانتری ها نوشته بودن همه رو بر من ایمیل کردن. شماره 9، کسی نگذارد که کسی از آنها فیلم یا عکس بگیرد. خودشان هم چنین کاری نکنند. اگر از بین مردم کسی اطلاع نداشت به اون تذکر بدهید و از بین مزدوران کسی این کار را انجام داد به شدت برخورد کنید. پس از پایان کار یا قبل از آن اگر لازم باشد اعلام میکنیم فقط کسانی این اجازه را دارند که خبرنگار خارجی باشند. صدا و سیما به شرطی میتواند این کار را انجام دهد که برنامه زنده آن را همزمان در حال پخش باشد. خبرنگاران رادیو باید در محل حاضر باشند و گزارش زنده تهیه کنند. شماره 10، شرکت کنندگان هر جا راه آنها را سد کردند و راهی نبود باید پشت سد اجتماع کنید و شما هم راه آنها را ببندید که کمکی به آنها نرسد. هرگز برای هیچ نیروی ضد مردمی راه را باز نکنید. شما در همه جا حضور دارید ولی حکومت باید از مکان دیگری نیرو بیاورد. هر جا نیروی دیدید با اجتماع خود در هر طرف او را محاصره کنید. سرنگونی رژیم را به او اطلاع دهید و بجز اسلحه خالی همه تجهیزات از مکان دیگری همه تجهیزات او و خشاب را بگیرید که با شما همراه شود. شماره 11، هدایت گروه با فرمانده گروه است که به موقع خودش را معرفی می کند و از ابتدا حضور دارد. او فقط این نقشه را می داند که به اجرا در خواهد آورد. عکس او را به موقع برای همه می فرستم. ولی در آن موقع گروه حاضر است و او را تمام سرگروه ها می شناسم. شماره 12، از شرکت کنندگان می خواهیم که مراقب وسایل جشن باشند که آسیبی به آنها نرسد. در مصرف مراقب باشند که آنها را به هدر ندهند، چون لحظاتی پیش می آید که اگر دست خالی باشید پشیمان می شوید.
شماره 13 دقت کنید، اگر کسی به طرف شما هجوم آورد فرار نکنید. در حال فرار بیشتر آسیب پذیر هستید. آنها 100% به شما میرسند که در صف جلو بودید. بهترین راه این است که دو صف جلو بنشینند و اجازه دهند که نفرات پشت سر آنها حمله را دفع کنند و از رسیدن آنها به شما جلوگیری کنند. اگر احتمالاً به شما رسیدند، آن وقت شما هم به آنها حمله کنید و از پشت سر به شما کمک خواهد رسید. خانم ها در این موقع مواقع بهتر است راه را بر آنها ببندند، ولی اگر نشد راه برگشت و کمک رسانی با آنها را ببندید تا نیروهای ما آنها را پاک کنند. هر لباس شخصی که در محل بر علیه مردم حاضر شد بداند که گروه ما و مردم آنها را دشمن ایران و خائن به وطن می داند و اگر راه پیروزی را سد کنند دیگر در ایران زندگی آنها ممکن نیست. در صورت پیروزی ما می توانند به عفو عمومی امیدوار باشند. شماره 14. خانم ها و خواهران وطنی ما در هر نقطه‌ای که لازم دیدند سد راه منحرفین و خوارج خائن شوند، کسانی که اساس دین را با روش خود زیر سوال بردند، و دیگر کمک کنند کل تجهیزات پلیس ضد شورش را به جز اسلحه که خشاب آن تحویل می دهند همه را تحویل بگیرند و در اختیار خود نگاه دارند تا اعلام کنیم. پلیس کلانتری باید بدون سلاح در محل حاضر باشد. این تقریبا دیگه داره تموم میشه. مردم در مقابل لباس شخصی ها به عهده آنان است که و پس از پیروزی فوراً برای دستگیری لباس شخصی ها که برای سرکوبی آمده بودند اقدام کنند. این یک حکم حکومتی است. احتمال دارد به مردم صدمه بزنند. تمام آنها تا زمانی از بیخطر بودنشان اطمینان حاصل کنیم بایستی مهار شوند. خانم هایی که به دنبال آزادی هستند باید هم خودشان بیایند، هم تمام دوستان و آشنایان خود را بیاورند و با مسیج پیامک به هر کسی که میتوانند زمان و آدرس محل حضور را اطلاع بدهند و دعوتشان کنند که با دوستان یا نامزد یا خانواده خود به محل بیایند. اگر با حجاب اجباری مخالف هستند حجاب خود را بردارند و هرگز دیگر به احدی اجازه ندهید شما را مجبور به کاری کنند که در آینده ایران حجاب و نوع پوشش آزاد و به اختیار خود شخص باشد. شرکت کنندگان اجازه ندهند که یکی نفر از ملت دستگیر شود. خوب گوش کنید به این مسئله. شرکت کنندگان اجازه ندهند که یک نفر از ملت دستگیر شود. و اگر کسی به مردم حمله کرد یا به کسی صدمه زد بر روی او نشانگیر قفل کنید. مراقب باشید گم نشود. اگر رفت پشت سر بقیه دو نفر داوطلب شوند بروند و هر شکل ممکن گیر بیاورندش و نرم آهسته و خونسرد زیر پا لهش کنید، ولی نه به قصد کینه و انتقام. باید درسی باشد برای دیگران که سزای خیانت را ببیند. مهم نیست چه کسی باشد، این اقدام او بر علیه کل ایران و ملت ایران است و او روبروی ملتی ایستاده و در صدد هست کشور را باز به خائنین بسپارد. من این اون چیزا رو بدون اینکه یک کلمه پس و پیش باشه همه رو براتون خوندم. فکر کنید این اعلامیه در خونتون اومده و یه خورده زیر رو میکنید اینو. من تو خونم نشستم این اعلامیه برای من اومده. اولین چیزی که فکر کنم میگم کار وزارت اطلاعات. بعد میشینم با خودم فکر میکنم وزارت اطلاعات چه نتیجه از این میبره؟ نتیجهش اینه که یه در دستگیر کنه. به چه قیمتی؟ نتیجهش اینه که مردم توی جاهای دیگه آتش بازی نکنن بیان اینجا. مگه این 17-18 میلیون همین 50,000 نفرن که میان بقیه آتش بازی نمی کنن؟
ببینید من یه چیزی راجع به آتش به شما بگم. بشر اگه آتش رو پیدا نکرده بود، امروز خیلی عقب بود. آتش بود که بعد شهرنشینی رو درست کرد. فکر کنید توی بیابون پربرف با ماشینتون دارین میرید، ماشینتون پنچر میشه، میای پایین، دستات ها میکنی یا اینجوری اینجوری میکنی، میخوای لاستیک ها عوض کنی، در صندوق عقب رو وا میکنی، زاپاست پنچری، خودتی، زنت، بچه هات، اینا اولین چیزی که به مغزت میرسه چیه؟ تو ماشین که نمیشه نشست که اونجا بعد نیم ساعت همه چی سرده، فکرم نکن کسی دیگه میاد به کمکت، فکر کن این جاده یه جاده دور افتاده است، هر پنج ساعت یه ماشین از توش رد میشه. من گیر افتادم توی همچی جاده یا اولین چیزی که به دنبالش میری آتشه و جایی که بتونی آتش روشن کنی. وقتی که بشر تونست آتش روشن کنه، اولین بار این کار تو غارش کرد، تو غاری که زندگی میکرد. چه گرفتاری های کشی، چه دودایی بود، چند نفر از دود آتش خفه شدن، اینا رو ما نمیدونیم. اما یاد گرفت از آتش چجوری بهرهگیری بکنه. آتش نجات دهنده انسان ها بود. آتش راه ما را از حیوان ها جدا کرد. اون قصه ای که نمیدونم با گل مجسمه درست کرد، فوت شد تو دماغش، این حرفا قرن 21 هر کی تو کلش بره خودشو باید به دکتر نشون بده. عذر میخوام آقایون، خانما، ازتون معذرت میخوام. شماها نمیدونید بدنتون چی هست اگر این چیز رو باور کنید که یه مجسمه گلی رو فوت کردن، بلند شد گفت من آدمم. بشر زحمت کشیده به اینجا رسیده، مفخورا آمدن یه خدا درست کردن، گفتن پولاتونو بدین به ما. آقا توراتو نگاه کن، قربانی سوختنی بیارین، آرد بیارین، روغن بیارین. مگه خدا کبابیه؟ اسلامو نگاه کن، هر چی دارین دوزی میکنی، هیزی میکنی، هر کاری میکنی 20% چه بده الله، باج بگیره سر محل. آتش انسان رو نجات داد. اگر انسان گوشت پخته نمیخورد، مغزش 1.5 کیلو نمیشد. ظرف یه روز و دو روزم اینجوری نشد، صدها هزار سال طول کشید. انسان اولیه الان قدمتش رفته به 700 هزار سال پیش. 700 هزار سال پیش اونجایی که تونست رو دوتا پاش وایسه و بعد قبیله قبیله شد، همینجوری که الان میمونا زندگی میکنن. سختت برات باور کنی که پسرمون میمونی، باور نکن، اصلا باور نکن. علم اینو داره میگه. علم و دین، دانش و دین مثل شب میمونه و روز. دانش میگه بیا تو نور دوربرتو ببین. علم دین میگه بیا تو سیاهی هیچ جا رو نبین، من دستتو میگیرم میبرم، تو مقلد من باش.
تو سیاهی وقتی هر چیزی رو هیچ چیزی رو ندیدی به تو میگه این شیطونه، اون الله، اون یهوه است، اون نمیدونم شیرجه رفته زیر آب، این یکی اومده بالا، دوتا ملائکه رو شونته. تو سیاهی هستی، چیزی رو نمیبینی. ولی دانش و علم راهش فرق میکنه. دانش میگه هر چیزی رو باید ثابت کرد، این دست منه، 50 سال پیش کسی نمیدونست این چیه. میدونید یه ضبط صوت دیجیتاله. من 1 ساعت میتونم تو این حرف بزنم. 50 سال پیش به یکی میگفتی دیجیتال، میگفت دیجیتال چیه؟ یا آقای به من زنگ زد، گفتم کامپیوتر کار میکنی؟ گفت نه آقا. گفتم چند سالته؟ گفت 75 سال. گفتم داداش من و تو عصر بیل و کلنگیم، بچه های امروز عصر دوگمن، این انگشتاشون رو نمیشه دید. ما که بچه بودیم، آدمایی که تو چاپخونه کار میکردن، با حروف سربی کار میکردن، اکثرا سل میگرفتن. میدونید سرب چیه؟ اورانیوم وقتی در طول قرنها، هزارها نمونه، یا شاید 10 هزارها، تبدیل به سرب میشه. تماس نزدیک با سرب تولید تبرکلوز میکنه، سل، اونی که ما بهش بگیم سل. آدم هایی که تو چاپخونه کار میکردن، با حروف سربی کار میکردن، اینها سل میگرفتن. امروز اونا برطرف شده، میشینی اینجوری میکنی، این برامورم نگاه میکنی، آدم ستم میجویی، سرتم بالاست، یه دکمه میزنی، همه رو تصحیح میکنه، تق 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 تق، اینا همه تصحیح میشه، پرینتش چاپ شدهش از اون بر میاد بالا. خب اگر من 50 سال پیش اینو نمیفهمیدم، کامپیوتر نمیفهمیدم، حرجی به هم نبود. اما اگر امروز نفهمم، باید برم خودم به دکتر نشون بدم. اگه 1400 سال پیش، 3500 سال پیش مردم نیومدن بگن آقا جون چجوری فوت کرد که یهو این نمیدونم این همه جزئیات تو بدن انسان، اصلا یک دنیاست، بعد به همین آسونی یه مجسمه گلی درست کرد، حیات تو دماغش فوت کرد، بلند شد. خب میخوای باور کنی؟ باور کن. بگذاریم، قاطی خیلی حرفا شدیم. من اعتقادات خودم رو براتون میگم. تا نجنگید مملکتتون رو پس نمیگیرید. تا به فکر امام زمان و آمریکا و روسیه و اسرائیل و آلمان و فرانسه و اپوزیسیون باشید، همین آش همین کاسه. اگه راضی هستید، من حرف بی خود میزنم، اگه ناراضی هستی پاشو مملکت تو بگیر. آتش به تو کمک میکنه. نیاکان ما به آتش احترام میذاشتن. تازیان وحشی موشخور، سوسمارخور، اومدن گفتن اینا آتش پرستن. یه مسجدی رو میشناسی توش شمع نباشه؟ یه سقاخونه رو میشناسی توش شمع نباشه؟ اون آتش نیست؟ ای بر پدر هرچی آدم درو و حرومزاده است لعنت. شما کدوم یکی از معابد دنیا رو میشناسید از هر نوعی؟ چه مال بودایی ها، چه مال عیسوی ها، چه مال یهودی ها، چه مال مسلمان ها، آتش توش نباشه. زرتشتی ها آتش دارن، آتش پرستن. بابا شما آتش پرستن، این که
تو هر کدوم این قبل منقل بارگاه که میری یه جایی هست شب روشن میکنی، اون آتیش نیست؟ حتما آتش باید هیزم باشه. من چون فردا صبح که برنامه دارم، شما توی صحنه نبردین، چیزی نمیدونم ازتون، امیدوارم که پیروز باشید. نمیدونم چه اتفاقی میفته، برای اونا که میرن نمیدونم چه اتفاقی میفته، اما از الان بهتون میگم توی دعوا نون حلوا خیر نمیکنن، چلو کباب اونجا نمیدن، اتوبوس رفت و برگشت براتون ندارن، برای اینکه این گروه مال دزدی ندارن. اونایی که این کارو میکنن پول از تو میدزدن بعد اتوبوس برات میارن. شما هر کاری دلت میخواد بکنی بکن، تصمیم گیرنده خودتی. اگر فکر میکنی حرفایی که من میزنم به دردت میخوره، برو انجام بده. اگرم نه، نه. ممکنه برای شما سوال پیش بیاد که این چیه سینما؟ این نقشه ایران با پرچم ایران، با خلیج فارس، با دریای مازندران. هر کدوم از دوستان که دو تا کتاب از من بخرن، یه دونه از این مجانی براشون میفرستم. پول بالاش ندادم، اهدایی یکی از دوستانمه، منم چون اهدا شده به من، منم به شما هدیه میدم. هر کسی دو تا کتاب بخره، یه دونه از این مجانی براش میفرستم. برای اینکه من جلو جلو جوابتون، یه مرتبه نگاه کردم دیدم که این چیزی که من میزنم عوض شده و چجوری اینه، بله نمی عوض شده و گفتم که توضیحشو بر شما بدم. جوابی دارم برای ماندانا از لندن و علی از سوئد. امروز نمیرسم جواب بدم، فردا جواب میدم. به امید موفقیت این گروه نادرشاه بزرگ، به امید موفقیت شما مردم ایران، امیدوارم که چهارشنبه صبح ما به جایی باشیم که خبرهای خوبی داشته باشیم. شاید من خیلی خوشخیالم، شاید اینا خیلی خوشخیالن، اما فکر من اینه اگر مردم ایران به جنبن همه چی درست میشه. ما باید دنبال هر چیزی با خرد بریم، دنبال این کاری هم که من گفتم با خردتون بشید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.